اینان شماری از نامزدان انتخابات کابل و هوادارانشان هستند که نتایج انتخابات کابل را پر از تقلب می دانند و ضد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس دبیرخانه و رئیس پیشین عملیات ساحه این نهاد شعار می دهند. کسایی که ما میگیم در رأس رئیس کابل اول رحمان رودوال است که خیانت بزرگی را به ملت قهرمان کابل متوجه ساخته، بعداً رهبری کمیسیون رئیس دارالانشای کمیسیون آقای زمانزای آقای سیاد. اعتراض کنندگان میگویند که نتایج انتخابات کابل را نمیپذیرند و انتخابات کابل باید سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری یک جا برگزار شود. از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که کمیشنرای کمیسیون انتخابات به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنند تا اینا با جزای اعمال خود برسند. یعنی کمیسیون تقلب کرده، رأی ما خورده شده، رأی ما ضایع شده، ما باید به حق خود برسیم. حق خود از طریق مجرای قانونی مطالبه کنه، نه از طریق مظاهرات و تهمت ها و اتهامات بی جای و اذیت مردم بیچاره افغانستان. اعتراض کنندگان دروازه های پل چرخی، سیاه سنگ و کمپنی را که کابل را به ولایت ها وصل می کند نیز برای چند ساعت بستند. جب ما اول آمد که در سایه شکردره تظاهرات است، موترها را نمی مانند، سرک بند شده، ما پیاده کردیم خود. تظاهرات کننده ها جاده را برای ترافیک بسته کردن و مردم مجبور هستند که از طرف چاریکار اگر به کابل میرن یا از کابل به طرف شمالی باید پیاده از این مسیر بگذرند. اعتراض کنندگان میگویند که انتخابات 28 میزان در کابل با تقلب‌های گسترده‌ای همراه بود و در هنگام بررسی نتایج نیز تقلب‌های گسترده‌تری انجام شدند.